سلام، صبح شما بخیر. دفاع پدافند هوایی از حریم آسمان ایران. رژیم جعلی در اقدامی تنش‌زا بامداد امروز نقاطی از مراکز نظامی در استانهای تهران، خوزستان و ایلام را مورد هجوم قرار داد که ضمن رهگیری و مقابله موفق آسیب‌های محدودی به برخی نقاط وارد شد. گزارش خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیما از روال عادی زندگی. مردم تنش آفرینی رژیم صهیونیستی را محکوم و از دفاع موفق پدافند ابراز خوشحالی کردند. اینجا یکی از پارک‌های شرق تهران، 5 آبان ماه و خود مردم بگن. حالا که من دارم با شما در میدان آزادی صحبت میکنم، اوضاع خیلی راحته، مثل هر روزی که بوده، آرام و ترافیک صبح شنبه تهران داره بیشتر میشه چون مردم آغاز هفته رو دارن. همونجور که پشت سرم من میبینین که کم کم ترافیک صبحگاهی در اهواز داره شروع میشه. این ترافیک به علت تردد سرویس های مدارس و رفتن کارمندان به ادارات و سازمان های مختلف هست. و برداشت و خرید وش پنبه در شهرستان اسلاندوز اردبیل. پیشبینی شده حدود 16,000 تن وش پنبه برداشت شود. از دانه آن جهت مصارف روغن چشید، از کنجاله آن جهت تعلیف دامها در دامباری ها، از الیاف آن محلوز آن در کافران های ریسندگی و کافندگی سوده قرار می گیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به بخش خبری ساعت 8 صبح خوش آمدید. دفاع پدافند هوایی از حریم هوایی ایران. قرارگاه پدافند هوایی اعلام کرد به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند با وجود هشدارهای قبلی مسئولان جمهوری اسلامی به رژیم جنایتکار و غیرقانونی صهیونیستی مبنی بر پرهیز از هر گونه اقدام ماجراجویانه. این رژیم جعلی بامداد امروز در اقدامی تنش‌زا نقاطی از مراکز نظامی در استانهای تهران، خوزستان و ایلام را مورد هجوم قرار داد. در پی این اقدام پدافند هوایی ضمن رهگیری و مقابله موفق توسط سامانه یک پارچه پدافند هوایی کشور با این اقدام تجاوزکارانه آسیب‌های محدودی به برخی از نقاط وارد شده که ابعاد این حادثه در دست بررسی است. قرارگاه پدافند هوایی ضمن دعوت از مردم به حفظ همبستگی و آرامش درخواست کرده. اخبار مربوط به این حوادث را از طریق رسانه ملی دنبال نمایید و به شایعات رسانه‌های دشمن توجه نکنید. تصاویری از ابراز خوشحالی مردم از توانمندی سامانهای پدافندی کشور در دفاع از حریم آسمان کشور هم در فضای مجازی منتشر شده. همونجا آره دیدم. اونا رو بالا زد دوباره. امیگو بزن زدش به یکی رو حواس میبینی داره حرکت میکنه. اونا نزدن هنو. میبینی میبینی بچه داره میاده، داره میاد این سمتی، داره میاد این سمتی. اما ماجرای دیشب از اتاق جنگ صهیونیست ها تا صفحات مجازی کاربران. ساعت حوالی 2 بامداد. شهروندان در اطراف تهران صدای انفجارهایی را می شنوند. تصاویری هم از فعالیت پدافند در آسمان تهران مشاهده می شود که موفق عمل می کند. سخنگوی ارتش صهیونیست ها بلافاصله در یک پیام تصویری از صهیونیست ها خواست گوش به زنگ و هوشیار باشند. رسانه های صهیونیستی تصویری منتشر کردند و مدعی شدند نتانیاهو و وزیر جنگ آنها از این اتاق که پناهگاهی محافظت شده زیر زمین در تل آویو است فرمان حمله را صادر کردند. نمایی هم از وزیر جنگ رژیم صهیونیستی منتشر شد که بر روی نمایشگر اتاق عملیات تصویری گذاشته شده بود که توجه رسانه ها را جلب کرد. استفاده از تصویر جعلی بر روی مانیتور. فاکس نیوز گزارش داد کاخ سفید مدت کوتاهی قبل از آنکه اسرائیل حملات هوایی علیه ایران انجام دهد از آن مطلع شده بود.
خبرنگار المیادین اما از تهران گزارش داد صهیونیست ها تلاش هایی برای هدف قرار دادن سه پایگاه در استان تهران داشتند که پدافند هوایی ایران با آنها مقابله کرد. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد مقامات آمریکایی و اسرائیلی اعلام کردند سه موج حمله علیه ایران انجام دادند، اما نیویورک تایمز لحظاتی پیش اعلام کرد حمله صهیونیست ها پایان یافته. در این سو اما طعنه و طنز ماجرا بیشتر بود. رسانه های اسرائیلی نوشتند مردم تهران در خواب هستند و حمله را احساس نکردند و ما بیدار هستیم. معلوم نیست ما حمله کرده ایم یا آنها. چرا نخست وزیر زیر زمین است؟ عملیاتی که انجام میده باعث میشه که خون از دماغ یک هموطن هم نیاد. فارغ از آنچه گذشت و ادعای مطرح شده رژیم صهیونیستی، واکنش مردم ایران به این موضوع جالب توجه بود که حتی مورد توجه فعالان بین المللی شبکه‌های اجتماعی نیز قرار گرفت. حمله اسرائیل به ایران حتی ارزش بیدار شدن از خواب رو نداشت. این واکنش بیشتر به نفع کشور ما بود و اسرائیل مثل یه پسر بچه پررو عمل کرد که هر چقدر کتکش بزنی بازم زنگ خونه رو میزنه و فرار میکنه. کل ایران رفتن رو پشت بوم. عاشقتم ایرانی. آمن سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما. شروع صبح نخستین روز هفته با ورزش صبحگاهی. بسیاری از مردم در جریان معمول زندگی در شهر تهران رو امروز هم در بسیاری از بوستان‌ها با ورزش صبحگاهی شروع کردن. اینجا یکی از پارک‌های شرق تهران، 5 آبان ماه و خود مردم بگن. ماشاءالله سر حال و قبراق دیگه. خب با دو نفر دیگه از خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیما در شهر تهران گفتگو میکنم. آقای شادلو در میدان آزادی و آقای حاجیان در چهارراه ولیعصر همراه ما هستن. سلام به هر دو همکار. اول آقای حاجیان از وضع رفت و آمدها در تهران برامون بگن لطفا. بله، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکار گرامی، همچنین بینندگان محترم این بخش خبری. صبح شنبه‌تون بخیر. امیدوارم که هفته پرخیر و برکتی رو آغاز کرده باشین. همونطوری که در تصاویر پشت سر بنده هم می‌بینین و کاملا گویا هستش، تردد عادی مردم در چهارراه ولیعصر به عنوان هسته مرکزی شهر در حال جریان هستش. این سمت بنده رو که می‌بینید متروی چهارراه ولیعصر و این طرف هم که چهارراه هستش، دانش آموزان و کارمندان در حال رفت و آمد به مدارس و محلهای کارشون هستن. خدمتتون عرض کنم در جنب چهارراه ولیعصر بوستان دانشجو قرار داده، دیدم خیلی از هموطنانمون در حال ورزش صبحگاهی هستن و یک هفته پرنشاطی رو آغاز کردن. با مردم صحبت میکردیم، بعضی ها صداهای دیشب رو نشنیده بودن، بعضی ها هم شنیده بودن و خیلی ها محکوم کردن تنش‌زایی رژیم صهیونیستی رو و از اقتدار پدافند هوایی کشورمون تقدیر میکردن. روال عادی در چهارراه ولیعصر رو میبینید که زندگی در حال جریان هستش و مردم در حال تردد هستن و مشکل خاصی هم مشاهده نمیشه. اگه سوال خاصی هست بنده در خدمتتون هستم. خیلی ممنون از شما آقای حاجیان. ارتباطمون با آقای یونس شادلو همکارم که از میدان آزادی همراه ما هست هم برقرار هست. آقای شادلو ممنون میشم که گزارش شما رو هم بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و همه بینندگان عزیز. صبحتون بخیر، صبح شنبهتون بخیر. خب ساعت 7:30 بود که تقریبا میدان آزادی انقدر ترافیک شدید داشت که دیگه حرکت به سختی صورت میگرفت. خب صبح شنبه است، آغاز هفته است، بچه هایی که باید میرفتن مدرسه از مسیر غرب به شرق از میدان آزادی رد شدن تا برن مدرسه و الان سر کلاس ها شونن، کارمندا هم همینطور. خب ما از ساعت 3 صبح که اینجا مستقر بودیم، رفته رفته وقتی به تایم صبح میرسیدیم، تردد و تکاپوی شهر و مردم برای
شروع شنبهشون بیشتر میشد و آنچه که ما دیدیم یک روز مثل بقیه روزهای هفته و همینطور که الان پشت سر من دارین میبینید تردد روان است و اینجا در میدان آزادی بخشی از شهر تهران همه چی در آرامش. تشکر ویژه از شما. اما حالا برای با خبر شدن از وضع شهرهای اهواز و ایلام گفتگو میکنم با همکارانم در این دو شهر. اول به اهواز بریم. آقای نیکندی سلام بر شما، بفرمایید که اوضاع شهر اهواز، پنجمین شهر بزرگ ایران، چطور هست؟ از حال و هوای شهر اهواز برامون بگید لطفا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکار گرامی و همه بینندگان محترم شبکه خبر سیما. خب همونطوری که در پشت سر بنده میبینید روال عادی زندگی مردم در جریان است. ارتباط حدود یک ساعت پیش همکارم که از دیگر نقطه شهر اهواز بود، خب ما از ساعت 7:05 همه روزه در روزهای کاری هفته تا حدوداً 7:40 ترافیک رو در برخی از نقاط شهر اهواز داریم. خب اینم دلیلش اون وجود سرویس مدارس، وجود سرویس کارکنان و حالا حرکت کارمندان عزیز به سمت محل کارشون هست. آن چیزی که ما دیدیم روال عادی زندگی مردم بود. اون نکته که از اهمیت این است که اهواز نسبت به دیگر مراکز استانهای کشور حدوداً یک هفته ی آب و هوای پاییزی به خودش گرفته و خدا را شکر آلودگی نداره. به همین دلیل هم هست از ساعت حدوداً 5 صبح ورزش صبحگاهی مردم آغاز شد و پس از ورزش صبحگاهی قبل از رفتن به سر کار، این میدونی که پشت سر بنده میبینید میدان راهن هست و معروف از این که اهوازی ها پس از ورزش صبحگاهی صبحونشون اینجا میل میکنن و به دیگر امورات زندگیشون میپردازن. همونطور هم که در تصویر میبینید میدان راهن اهواز و اداره کل راهن استان خوزستان هست، مسافرگیری انجام گرفت. مسافرانی که از شهرهای دیگر اومده بودن به مقصد اهواز اینجا پیاده شدن و روانه زندگی خودشون شدن. خدمت شما هستیم. خیلی ممنون از همکارم آقای نیکندیش که از اهواز همراه ما بودن. اما از اهواز به شهر ایلام میریم که از نظر جغرافیایی بالاتر از خوزستان و بالاتر از خوزستان است، اما مثل خوزستان استان مرزی کشورمونه. ارتباطمون برقرار هست با همکارم آقای چیچایی در ایلام. آقای چیچایی سلام بر شما، صبحتون بخیر. از ایلام به حال و هوای مردمش برامون بگید. و همه بینندگان خوب شبکه بین المللی خبر و این بخش خبری عرض سلام و ادب و احترام دارم. همکنون در میدان شهید کشوری شهر ایلام هستیم. این دومین ارتباط مونه همکار گرامی که برقرار میشه با شبکه خبر. خب اینجا همطور که گفتم میدان شهید کشوری شهر ایلام، روبروی من خیابان آیت الله حیدری ایلامی هست و تردد جریان داره. این سمت چپ بنده دبستان توحید شهر ایلام، سمت راست هم مردم دارن ورزش میکنن. قبل از اینکه من این ارتباط برقرار بشه میخواستیم بریم از دبستان توحید، دانش آموزان از ما دعوت کرده بودن که بریم باشون صحبت بکنیم و یه پیامایی برای اونایی که فکر میکنن به هر حال حمله ای شده، به هر حال به ایران دارن به هر حال تجاوز میکنن حملات هوایی، اینا میخواستم ما میگیم که اولا ما نشنیدیم، هیچ اتفاقی هم نیفتاده و در ثانی ما آماده هستیم. میخوام بهشون پیام بدیم که شما هیچ غلطی نمیتونید بکنید، ایران همیشه آماده است، ایران همیشه با اقتدار در خط مقدم هست. خب همکار گرامی، استان ایلام یه استان مرزیه، پایتخت خادمان سید الشهدا است. پشت سر بنده به سمت مهران هست، مرز مهران و پایانه شهید سلیمانی. اونطوری که همکاران بنده اطلاع دادن زائران به سمت کربلای معلا دارن مشرف میشن و در سلامت کامل اینجا همه چیز در امن و امانه و زندگی جریان داره. من این ارتباط رو میخوام سریعتر تموم کنم برم سراغ این دانش آموزان عزیز که منتظر بنده هستن و ورزشکارانی که هنوز دارن ورزش میکنن و تا لحظه دیگه انشالله در خدمتون باشین. خیلی متشکرم که این وقت رو در اختیار بنده و همکارمون در صدا و سیمای مرکز ایلام گذاشت. آقای چیچایی خیلی ممنون از شما و تشکر ویژه از همراهی بینندگان خوبمون. مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد بامداد امروز یک هدف نظامی را در عکای اشغالی هدف حمله پهپادی قرار داده.
این گروه مقاومت همچنین پیشتر اهدافی را در جولان اشغالی هدف حمله پهپادی قرار داده بود. اما پدافند هوایی سوریه با اهداف متخاصم در آسمان اطراف دمشق مقابله کرد. برخی منابع هم از شنیده شدن صدای انفجاری بین مرزهای استان صلاح الدین و دیالی خبر دادند. شبکه العهد عراق هم از شنیده شدن صدای انفجار در دهوک در منطقه کردستان عراق خبر داده. کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل مسئولیت پذیری سران کشورها درباره جنایات رژیم اسرائیل را در غزه خواستار شد. کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از سران جهان خواست مسئولیت خود را برای اطمینان از احترام به قوانین حقوق بشری بین‌المللی به خاطر داشته باشند. وی با ابراز نگرانی از اوضاع غزه گفت اوضاع در شمال غزه با ادامه حملات اسرائیل در بدترین شرایط قرار دارد. این مقام عالی سازمان ملل افزود ارتش اسرائیل جمعیتی از مردم غزه را بمباران می‌کند و با محاصره و سیاست گرسنگی دادن و همچنین مجبور کردن مردم به آوارگی دست جمعی و محاصره شدن در منطقه جنگی در پی تشدید خشونت هاست. همدلی هموطنان با جبهه مقاومت. دیروز جمعی از نمازگزاران جمعه با شرکت در پویش طلایی ایران همدل از مردم فلسطین و لبنان حمایت کردند. بانگ حیالا خیر العمل که بلند شد به صف شدند برای بهترین کارها. حکم جهاد دادند دیگه، ما اینم جهاد ماست. نمازگزارانی که گوششان به امر یک نفر است. مقام معظم رهبری که یک تکلیف شرعی و حکم شرعی است. جهاد کنید با اموال و انفستون. حالا که ما با جانمون الان نمیتونیم، میخوام با مالم، یه مقدار مالی که دارم میخوام در راه اسلام بدم. جهادی که محدودیت سنی ندارد. از اینجا کمک میکنم که حداقل این کمک ما به دستشون برسه. من خودم و خواهرم دو تا علنگو هدیه کردیم. دو تا گوشواره اهدا کردم. یه سکه، یه انگشتری. دونم علنگو دادم. یه انگشتم امانتی مادرمه. به من دادم به اضافه حلقه ازدواجشون. معادل 93 میلیون میشه، ولی حاضر نشدم بیان جلو دوربین صحبت بکنن. خدا از من قبول کنه، ما باید جونمونو بدیم برای این بچه ها، مثل بچه های خودمونن. فرهنگ ایثاری که در خون جوانان این مرز و بوم جریان دارد. حرفمون اینه که بدونن تنها نیستن. درسته که من اونجا نیستم کمک کنم، ولی با حضورم در اینجا همدلی و همسویی خودم رو نشون میدم. مثل همیشه خانواده شهدا هم پای کار آمدن. شهید عبدالله ذوالقرن حلقم بود، چرا حلقه خود شهید هسته. الانم خواستم اهدا کنم. اینجا وقتی صحبت از گذشت میشود طلا رنگ میبازد. علنگو 12 گرم و 820. طلا خیلی عزیزه، ولی این طور وقتا عزیزتر از همه چی هستش برای اسلاممون. 20 روزه خریده بودمش، ولی ارزشی برام نداشت. وقتی صحنه هایی که میبینم، بچه خودم رو با بچه های اونو مقایسه میکنم، واقعا زجرآور. خیلی پیش ما عزیزه، خدای این بچه های خودمونم. آمدن تا بگویند به مردم لبنان و فلسطین بگن شما تو جنگ پیروز میشین و ما ایرانیان با شما همدلی. حضوری که پیامی روشن به صهیونیست ها و حامیان آنها دارد. فکر کنید که فرمانده ها رو زدید، فکر کردید خط ما نابود شده، بلکه خط ما قوی تر و محکم تر هم شده. سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما. ایران جزء 5 کشور برتر در تولید محصولات سلول درمانی. رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به رونمایی فرآورده تزریقی سلول درمانی برای بیماران پیوند مغز و استخوان گفت امسال 4 پروانه تولید محصولات سلول بافت در ایران صادر شده. به گفته آقای محمدی این دستاوردها گام بزرگی در درمان بیماری‌های خاص با استفاده از روش‌های نوین مانند ژن درمانی و سلول درمانی است. موفقیت متخصصان در طراحی و تولید ترانسفورماتور کوره قوس الکتریکی. این محصول کاربردی در صنایع مختلف با 1/3 قیمت نمونه‌های مشابه وارداتی عرضه می‌شود.
دانش مهندسان ایرانی به کمک ساخت بزرگترین ترانس اومد. بزرگترین ترانسفورماتور کوره قوس الکتریکی پس از آزمایش موفقیت آمیز رو نمایی شد. ترانسفورماتور با توان 178 ممیز 2 دهم مگاولت آمپر بزرگترین ترانسفورماتوری که تا حالا در ایران برای استفاده در کوره های قوس الکتریکی طراحی و ساخته شد. پیش از این نوع ترانسفورماتور که مورد استفاده صنایع فولادی بود از کشورهای اروپایی با صرف مبالغ بالا و انتظار چند ساله به ایران میرسید. حداقل 1/3 قیمت مشابه خارجیش است با کیفیت مشابه. ترانسفورماتورهای کوره هم از نظر طراحی هم از نظر محاسبات پیچیده ترین نوع ترانسفورماتور هست. این ترانسفورماتور با این ابعاد مشخص برای اولین باره که در کشور طراحی و ساخته شده. کارهایی که انجام شد بر حسب تجربه همکارای ما بود و هیچ به اصطلاح مشاوری از به اصطلاح شرکت های خارجی از متخصصین خارجی نبود. بعد به اصطلاح شروع طراحی تا اتمام فکر کنم حدود 12 ماه طول کشید. این ترانس پرقدرت تأمین انرژی الکتریکی کوره ذوب با ظرفیت اسمی 160 تن رو بر عهده داره. حالا دیگر منتظر ورود مهندسان خارجی برای راه اندازی و آزمایش و خدمات پس از فروش هم نیستی. طراحی و تولید این ترانسفورماتور با قدرت 178.2 مگاولت آمپر در کشور به دست متخصصین و مهندسین و کارگران ایرانی این مزیت رو ایجاد میکنه که علاوه بر صرف جویی های ارزی که انجام میشه در بحث خدمات پس از فروش و خدماتی که ما باید به ترانسفورماتور بدیم میتونیم خیلی سریع خدمات رسانی بکنیم. در کنار صنایع فولادی نزدیک به 10 صنعت دیگر در صف داخلی کردن ترانسفورماتورهای ابعاد بزرگ خود هستند. قرار است از این پس ترانس‌های بزرگی که توسط شرکت‌های بزرگ ایرانی درخواست میشه در ایران و توسط همین مهندسان طراحی و ساخته بشه. رضا علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما زنجان. سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده در برخی مناطق جنوب غرب کشور رگبار پراکنده و از شب در استانهای ساحلی خزر بارش باران پیش بینی کرده. اطلاعات بیشتر رو از زبان کارشناس هواشناسی میشنویم. آقای زهرابی سلام بر شما، بفرمایید. به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان محترم. سامانه بارشی که در کشورمون در شمال شرق فعال بود از مرزهای شمال شرقی کشورمون خارج شده. بیشترین بارش هم میشه اشاره کنیم به بخشی از استان خراسان شمالی، استان گلستان، مثلا اصفهان دیروز 42 میلیمتر ازش بارش گزارش شد. اما موجی از سمت جنوب غرب وارد کشورمون شده. به زیبایی پوشش ابرش ملاحظه می‌فرمایید. همین ساعت از بندر دیلم در استان بوشهر، دشت کوهگیلوی و بوی رحمت و بهبهان در استان خوزستان بارندگی گزارش شده. علاوه بر این مناطق انتظار داریم مناطق وسیع‌تری رو در بخش‌های جنوب غربی و جنوب کشورمون تحت تاثیر فعالیت خودش قرار بده، هرچند بارش به شکل پراکنده خواهد بود، مثل بخش شمالی استان فارس، مناطق از چهارمحال و بختیاری به شکل پراکنده‌تر. این شرایط رو در بخش جنوب استان یزد و جنوب اصفهان پیش بینی می‌کنیم و از شب موج وارد کشورمون خواهد شد. با شما چند سوی جریان هوا برای فردا بارش در استان‌های ساحلی خزر تقویت خواهد شد و البته وزش باد رو داریم در نیمه شرقی کشور. بخش‌های جنوبی باعث میشه خلیج فارس همچنان برای امروز آب‌های مواج و متلاطم داشته باشه. ممنون از همراهیتون. آقای زهرابی خیلی ممنون از شما و تشکر از همراهی بینندگان خوبمون. برداشت و خرید وش پنبه در شهرستان اسلاندوز استان اردبیل به گفته رئیس مرکز جاده کشاورزی اسلاندوز پیش بینی شده از 4000 هکتار زمین کشت شده حدود 16000 تن وش پنبه برداشت بشه. پنبه محصولی مهم و راهبردی از دانه آن جهت مصارف روغن چشی، از کنجاله آن جهت تعلیف دام‌ها در دامداری ها، از الیاف آن محلوز آن در کارخانه های ریسندگی و بافندگی سودگران می‌گیرد. برداشت این طلای سفید چند هفته است در شهرستان اسلاندوز شروع شده. تقریبا 10 هکتار ما اینجا محصول پنبه کاشتیم. با برداشت طلای سفید اشتغال هم در منطقه افزایش می‌یابد. 25 نفریم ساعت 6:30 شروع به کار می‌کنیم تا بعد از 7:00. بالای 4000 هکتار از اراضی این شهرستان به چشت پنبه اختصاص یافته. پیش بینی می‌گردد بالای 16000 تن وش پنبه برداشت شود.
امسال موقع برداشت کام کشاورزان تلختر از سالهای قبل بود. برداشتمون به علت بدی آب هوا امسال افت کرده. پنبه های برداشت شده بلافاصله به کارخانه پنبه پاشگونی تحویل داده می شود. 200 تن پنبه خریداری کردیم، افت میانجین 7-8%. این مرکز به صورت شبانه روزی فعالیت می کند. قیمت خریدمون هم از طبق نرخ و جداول اعلامی از سوی سازمان جهاد کشاورزی از 37 تومن تا 40,000 تومن 43,000 تومن می باشد. خرید به قیمت بالا هم امکان پذیر است. اگر آری از هر گونه برج و خاشاک و کتاله باشه تا 43,000 تومن قابل خرید. دو مرکز مبادرت به خرید انجام می شود و به کشاورزان عزیز توصیه می شود چه عجله نکنند، چه تا آخرین چلو خریداری انجام می شود. ناگفته نماند تلخی کام کشاورزان موقع تحویل پنبه به شیرینی تبدیل می شود. امسال درسته توناژ پنبه من پایین بود، ولی با پرداخت نقدشون دل ما را شاد کردن، دستشون در نکنه. وشهای خریداری شده بعد از فراوری در کارخانه پنبه پاچکنی به کارخانه زاد ریسندجی و بافندجی کشورمان ارسال می شود. 20 تن محلوز باردی شدم می برم انشالله ریسندجی و بافندجی گرگان. کار برداشت محصول پنبه در این منطقه از اواسط مهر ماه آغاز و تا اسفند ماه ادامه دارد. محمد گویدل، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اسلاندوز. خب همونطور که در خبرها هم آمده بود، برقراری مجدد پروازها از طریق شرکت‌های هواپیمایی به مسافرانی که بلیط تهیه کردن اطلاع‌رسانی خواهد شد. جزئیات بیشتر رو از زبان سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری میشنویم. آقای یازرلو سلام بر شما، صبحتون بخیر، بفرمایید. سلام علیکم جناب آقای تهرانی، خدمت جناب عالی و همه شنوندگان و بینندگان شبکه خبر سلام و صبح بخیر عرض میکنم. آقای تهرانی، پس از در واقع پایان شرایطی که از صبح امروز 5 آبان ماه سازمان هواپیمایی کشوری پروازها رو باطل اعلام کرده بود، خب برقراری پروازها و بازگشت اون به حالت عادی و روال قبلی از ساعت 9 صبح خواهد بود، یعنی کمتر از 40 دقیقه دیگه ما در واقع به روال عادی پروازهامون باز خواهیم گشت. فقط یکی دو نکته هست که لازم هست خدمت مسافران عزیز اطلاع رسانی بشه، و اونم این که مسافران گرامی حتماً با شرکت‌های هواپیمایی در ارتباط باشن، به ویژه به پیام‌های ارسالی از سوی شرکت‌های هواپیمایی دقت کنن، همچنین در خصوص زمان دقیق پرواز یا تأخیر در پروازها از شرکت‌های هواپیمایی که بلیط تهیه کردن حتما کسب خبر بکنن، و قبل از عزیمت به سمت فرودگاه حتما از فرودگاه مبدأ در خصوص اطمینان از برقراری پرواز و ساعت پرواز اطلاع کسب بکنم. تشکر ویژه از آقای جعفر یازرلو، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری. امروز شنبه 5 آبان، 22 ربیع‌الثانی و 26 اکتبر، اذان ظهر ساعت 11:48 و اذان مغرب هم ساعت 17:34 خواهد. خیلی ممنون از همراهیتون، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.